به مجموع خبری ساعت ده با من یماس یواش خوش آمدید. سرخط خبرها: مرگ رهبر طالبان یا سوختن مهره کلان جنگ افغانستان. ریاست جمهوری میگوید ملا عمر دو سال پیش در پاکستان مرده است. ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان حدود دو سال و چهار ماه قبل، یعنی در ماه اپریل سال 2013، در یکی از شفاخانه های شهر کراچی مریض بود و در اوجا به شکل مرموز جان داد. مبارزه بی ثمر جهان و معمای مواد مخدر افغانستان. سفیر روسیه در ناتو میگوید قطع همکاری ناتو با روسیه برای پیکار با مواد مخدر در افغانستان پیامدهای ناگوار خواهد داشت. ما بیش از 4000 تن از کارشناسان را برای مبارزه با مواد مخدر در پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه آموزش دادیم. بی سرپناهی کشاورزان در فصل جنگ افغانستان. جنگ در افغانستان دست کشاورزان را از زمینهایشان کوتاه کرده است. از گیر جنگ کوچ کرده دو سال شده که آمدیم، نه خانه را دیدیم، نه جای دیدیم، در بدر از دست طالبا و دولت هم ما را غیر حاضر کرد. و تانزانیا موش‌های آموزش دیده را برای ماهی پاکی به زیمبابوه می‌فرستد. به نام خدا و شب شما بخیر. ارگ ریاست جمهوری مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که ملا عمر دو سال پیش در پاکستان درگذشته است. پیش از این خبر مرگ ملا عمر بارها بر رسانه ها درس کرده بود و سازمان های استخباراتی نیز این خبر را تایید کرده بودند. اما تایید خبر مرگ ملا عمر دو روز پیش از دور دوم گفتگوهای صلح چه پیامدی خواهد داشت؟ در روزهای اخیر رسانه‌های پاکستان و مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان اشاره می‌کردند و از جانشینی وی گزارش می‌دادند، چنانکه این موضوع با یک بحث جدی مبدل شده بود. اما اکنون ریاست جمهوری خبر مرگ ملا محمد عمر را تایید می‌کند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که ملا محمد عمر دو سال پیش در پاکستان درگذشته است. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی نیز مرگ رهبر گروه طالبان را تایید می‌کند. ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان حدود دو سال و چهار ماه قبل، یعنی در ماه اپریل سال 2013، در یکی از شفاخانه های شهر کراچی مریض بود و در اوجا به شکل مرموز جان داده. پیش از این هم چندین بار گزارش هایی درباره مرگ ملا محمد عمر پخش شده بودند و نیز از با وجود آمدن چند دستگی در میان طالبان خبرهایی پخش شده بودند. بر بنیاد این گزارش ها ملا اختر محمد منصور که نزدیکترین فرد به ملا محمد عمر است و در بخش سیاسی فعالیت می کند، برای جانشین شدن ملا محمد عمر آمادگی می گیرد. عبدالقیوم زاکر که رهبری نظامی گروه طالبان را به دست دارد، ظاهرا با جانشینی ملا اختر محمد منصور مخالفت می کند. اما در روزهای اخیر صحبت از پسر ملا محمد عمر نیز به میان آمده است. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر است که از مدرسه در کراچی پاکستان فارغ شده است و برای جانشین شدن پدرش آمادگی می گیرد. از اینکه شبکه طالبا یک شبکه خودجوش مردمی نبود که او باعث شود که یک فرد نظامی بیاید اوجا مرزی اندام بکنه، بیشتر رهبری سیاسیش نقش بازی میکنه. چرا؟ چون لایه رهبری سیاسی اینا با تمویل کنندگان خود، با حمایتگران منطقه‌ای و بین المللی خود به تماس بود. با او خاطر آقای منصور نقش بیشتر داره و ادعای بیشتر میکنه، چون در رده رهبری سیاسی بوده تا رهبری نظامی. یعنی حرف اول شبکه طالبانی را رهبری سیاسی میزده تا به نظامی. با این همه می شود پرسید که اگر ملا عمر رهبر گروه طالبان دو یا سه سال پیش کشته شده است و یا هم درگذشته است، پس در این مدت چه کسانی به نام وی خبرنامه و پیام می فرستادند؟ تازه ترین پیام وی که با زبان نرمتری نگاشته شده بود با استقبال رئیس جمهور نیز روبرو شد. اگر اختلاف ذات البینی و درونی که در نبود رهبر مجاهدین طالب رونما میشه، که یک گروپش میره به طرف ملا محمد یعقوب که پسر ملا عمر است و دیگر گروپش میره به طرف ملا اختر محمد که فرد نزدیک به ملا عمر بوده، باز ایجادن پروسه صلح طولانی تر، مغلق تر و مشکل تر میسازد. اما براستی این خبر دو روز پیش از دور دوم گفتگوهای صلح بر روند گفتگوهای صلح چه اثری خواهد داشت؟ اما دیدگاه حکومت درباره برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح این گونه است.
تا هنوز هم صحبت ها و همچنان آمادگی ها برای دور بعدی مذاکرات صلح افغانستان جریان داره. هدف ما آوردن صلح صحبت های رئیس جمهور است و موقف رئیس جمهور افغانستان است که صلح بایزد و صلح پایدار است. خبر مرگ ملا محمد عمر درست در یک وضعیت حساسی پخش می شود. از یک سو شدت نبرد طالبان بیشتر شدند و از سوی دیگر این گروه پشت میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نشستند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند، اما چند ماه پیش طالبان زندگی نامه ملا عمر را با 5 زبان در اختیار رسانه ها قرار دادند. اکنون هم سرپرستی گروه طالبان را اختر محمد منصور دارد، کسی که بسیار نزدیک به ملا عمر بود. اما ملا محمد عمر کی بود؟ رهبر طالبان که کمتر کسی وی را به چشم دیده، 55 سال پیش از امروز در روستای چاه مت خاکریز کندهار به دنیا آمد. طالبان در ماه‌های اخیر زندگی نامه ملا محمد عمر رهبرشان را پخش کردند. نام پدر ملا محمد عمر مولوی غلام نبی است. پدرش 5 سال پس از به دنیا آمدن ملا محمد عمر درگذشت. ملا محمد عمر پس از حمله نیروهای شوروی پیشین بر افغانستان تحصیلاتش را نیمه تمام رها کرد و با مجاهدین پیوست. ملا محمد عمر از سال 1983 میلادی تا 1991 میلادی در نبردها در برابر نیروهای شوروی پیشین شرکت داشت. او در این نبردها 4 بار زخمی شد و یک چشمش را نیز در نبرد با نیروهای شوروی پیشین از دست داد. ملا محمد عمر در سال 1371 هجری خورشیدی سلاح بر زمین گذاشت و یک مدرسه دینی در ولسوالی میوند کندهار تأسیس کرد. او پس از 3 سال از ایجاد مدرسه دینیش در پی ایجاد گروه طالبان برآمد. ملا عمر در سال 1375 با تصرف بیشتر بخش‌های افغانستان در یک گردهمایی در کندهار لقب امیرالمؤمنین را گرفت و پس از آن طالبان در همان سال خودشان را تا کابل رساندند. رژیم طالبان نزدیک به 5 سال دوام کرد و اما در سال 1380 هجری خورشیدی پس از حمله 11 سپتامبر رژیم طالبان در افغانستان با حمله های ایالات متحده آمریکا و متحدانش به همکاری نیروهای مجاهدین سرنگون شد. برای بحث بیشتر در مورد مرگ ملا محمد عمر، هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن با ماست. آقای امیرزاده خیلی خوش آمدین. چرا ارگ ریاست جمهوری حالا 2 سال پس از مرگ ملا عمر از این مرگ با خبر میشه؟ با عرض سلام باید بگویم که بازی که پاکستانی ها در نبود ملا عمر بازی کردن خیلی شگفت‌آور است. نه تنها دولت افغانستان بلکه جامعه جهانی در این مدت تانستن هم جبهات جنگ پاکستان گرم نگاه کنن و هم امتیازات سیاسی و دیپلماتیک گرفتن. شگفت‌آور ازی است که دولت افغانستان هم در این مدت بسیار نماینده ها و اشخاص را به نام ملا عمر میزبانش در ارگ ریاست جمهوری چی در زمان آقای کرزی بودند و همچنان پیام های مختلف را بین دولت افغانستان و همچنان نمایندگانی که مدعی پیام های ملا عمر بودند رد و بدل کردن و این نشان میده که سیاست افغانستان و شناخت دقیق از ملا عمر، جای ملا عمر و افراد مشکوکه که به نام ملا عمر آمدن مذاکره کردن. بدتر از این که در این مدت دولت افغانستان آگاهی و از بازی های بیشتر و عمیق پاکستان نداشتن، ملا عمر را به نام برادر خطاب میکردن و به عنوان خواهش و درخواست از او بسیاری طالبان را از زندان ها رها میکردن. ای در واقع شکست استخبارات افغانستان است و شکست دولت افغانستان است که از کسی را که برادر میخوانند و مردم افغانستان او را به عنوان بزرگترین دشمنش در 2.5 دهه اخیر که زیادترین جنایات در افغانستان انجام داد، شناخت واقعی از جایش و زنده بودن یا نبودنش ندارند. و شگفت‌آورترین معنی است که در آخرین روزها و آقای غنی احمدزی پیام به اصطلاح سپاسگزاری از ملا عمر به پیام ایدیش صادر کرد که نشان می‌ده استخبارات افغانستان دقیق اطلاعات نداره، در حالی که استخبارات افغانستان در اعلامیه خود وزارت امنیت میگوید که 2 سال قبل با مردم افغانستان در میان گذاشته بودیم که ملا عمر شاید از بین رفته باشه، در حالی که رهبری افغانستان پیام برادرانه و سپاسگزاری از ملا عمر میکنه، کسی که حضور فیزیکیش ممکن است نه 2 سال پیش، شاید هم ملا عمر بعد از
11 سپتامبر عملا وجود نداشته باشد و تحت عنوان ملاحمت مذاکره صلح و جنگ در میان افغانستان و پاکستان و با اشتراک جامعه جهانی پیش برده باشد. آقای امیرزاده، ریاست جمهوری با تایید خبر مرگ ملا عمر گفته که اکنون زمینه مذاکرات صلح بیشتر از گذشته مساعد شده. واقعا چنین شده؟ به نظر من شاید نشده باشد. هنوز ما خبر افشای خبر از منابع پاکستان نمیدانیم که چی نوع بازی دیگر پاکستان و یا متحدین خارجی آنها که من جمله حامیان دولت افغانستان در پشت سر دارند، نمیدانیم چی برنامه داره. اما واقعیت است که مرگ ملا عمر میتونه از سه پیامد خیلی روشن در افغانستان داشته باشه. یکی آن بخش از طرفداران ملا عمر امروز که به عنوان خود را به عنوان بی‌رهبر و یتیم فکر میکنن، بیشتر شاید گرایش پیدا کنن به داعش و بیعت کنن به ابوبکر بغدادی، و گروه دیگه ممکن است در مذاکرات صلح با دولت افغانستان مذاکره کنه، اما این گروه شاید آن گروه باشه که دیگر راه برای مبارزه نداشته باشند، از امکانات و امتیازاتی که دولت افغانستان میده استفاده کنند. گروه سومشان شاید به جنگ ادامه بدن و شاید هم از با استفاده از نفوذی که در دستگاه دولت و ارگ افغانستان دارند به جنگ خود نه در جنوب بیشتر در شمال ادامه بدن. بله آقای امیرزاده، حالا چرا زندگی و مرگ ملا عمر پر رمز و راز ماند؟ خب فکر میکنین که به چه دلیلی هیچ سرنخی از زندگی ایشان، محل بود و باش ایشان و این چیزها عملا در دست نبوده؟ ببینین، بازی که در زمان بعد از اینکه آقای حکمتیار در جنگ شورای هماهنگی شکست میخوره، پروژه طالبان به شکل مرموز وارد افغانستان میشه و این پروژه تا امروز کسی از ملا عمر ایده معدود به عنوان از این که با ملا عمر صحبت کردن داشتن. دیگر تمام گره سیاست افغانستان و جنگ افغانستان از طریق طالبان در دست انحصار پاکستان میفته. آقای امیرزاده، آیا ملا عمر واقعا وجود داشته؟ ببینن، تا حال ایده مدعی شدن که ملا عمر در قندهار وجود داشته ولی تحت تاثیر و رهبری پاکستان کار میکرده، اما ایده زیاد در افغانستان تا حال حتی طرفداران و همچنان جنگجویانی که به نمایندگی از ملا عمر جنگ کردن تا حال اطلاعات دقیق ندارن که آیا چنین شخص وجود داشته و یک نام مشهولی بده در یک بازی بزرگی که استخبارات منطقه برای پیشبرد سیاست‌های ژئوپلیتیک خود از نام یک فرد استفاده کرده. بله، حالا سرنوشت گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان چه خواهد شد؟ فکر میکنین تغییری وارد خواهد شد یا حکومت همچنان بر راهش ادامه خواهد داد؟ من فکر میکنم که این یک فرصت خوب میتونه برای دولت افغانستان باشه که از این اختلافاتی که گفته میشه در درون طالبان پیدا شده، بعد از خلایی که بعد از ملا عمر گویا با وجود آمده، این خلا را میتونه با یکی از حداقل با یکی از گروپه های میانه روترش استفاده کنه. حداقل در 14 سال اخیر دولت افغانستان هیچ دستاورد در رابطه و مذاکرات با طالبان نداشته و این امکان داره که در این فرصت خلای مرگ ملا عمر میتونن یک گروه آنها را به دولت افغانستان جذب کنن و شاید هم گروه تندروی آنها را نتونن و هنوز هم تحت رهبری پاکستان به جنگ و امتیازگیری ادامه بدن. و سرنوشت خود گروه طالبان در نهایت چه خواهد شد؟ سرنوشت گروه طالبان به نظر میرسه مثل تمام جریانات سیاسی نظامی که به دست استخبارات بیگانه ساخته شده باشه وابسته به بازی بیرونی است. داعش به نظر میرسه که وقت زمان مصرف طالبان به پایان رسیده، حالا زمان است که داعش یک خطر خیلی بزرگ که بیشتر غرب هم را بزرگ نمایی میکنه، هم در شرق میانه هم در افغانستان، و این امکان داره که داعش خلای طالبان را پر کنه و طالبان با جنگ خود به حیث یک گروه کوچک ادامه بده و طالبان شاید تا سرحد خود شه که مثل گروهک خرد گلبدین حکمتیار شوه، زیرا گلبدین حکمتیار هم زمان یک قدرت بسیار بزرگ بود، تا امروز به حیث یک گروه کوچک به جنگ ادامه میده. شاید طالبان هم به عنوان یک گروه کوچک
وارد جنگ باشه، ولی قدرت اساسی ممکن به یک گروه جدیدی که ممکن است داعش و یک گروه دیگه ظهور کنه. هارون امیرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی بود از لندن. شهرستان نوزاد ولایت هلمند به دست طالبان سقوط کرده است. مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که نبرد شدید از دیروز به این سو میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالب در نوزاد جریان داشت و این منطقه پس از چاشت امروز به دست طالبان افتاده است. شماری از اعضای مجلس سنا نیز سقوط نوزاد را تایید می‌کنند. نوزاد ولسوالی آقا نند طالبان په ولکه کې رااله او طالبان خپل در کنټرول لاندې راوستله او زموږ شپانس نپاره ملي پولیس او ملي اردو چنه نپاره ملي پولیس او و نپاره د اردو ملي سربازان هلته شهیدان سوي دي، هلته جسدونه هم پاته سوي دي او د پولیسو او د اردو ټانګان او ډېر مهمات او نور شیان هم هلته د طالبانو په لاس کې ورغلي دي. روسیه افزایش در تولید مواد مخدر افغانستان را یک تهدید جدی در برابر اروپا و سراسر جهان می‌داند. سفیر روسیه در ناتو می‌گوید که این سازمان برای پیکار با مواد مخدر همکاری‌هایش را با مسکو قطع کرده و این کار پیامدهای ناگواری خواهد داشت و تلاش‌های جامعه جهانی را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بی‌نتیجه می‌خواند. روسیه بر ادامه مبارزه با مواد مخدر افغانستان تاکید می‌ورزد. سفیر روسیه در ناتو بار دیگر بر موقف این کشور در کار مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که مسکو بدون ناتو نیز به این پیکار ادامه خواهد داد. الکساندر گروشکو می‌گوید که مسکو از همپیمانان دیگرش برای مبارزه اثرگذار با مواد مخدر در افغانستان کمک خواهد خواست. این روشن است که تصمیم ناتو برای به تعویق انداختن همکاری مشترک ناتو و روسیه در کار مبارزه با مواد مخدر در گام نخست باعث بدتر شدن اوضاع امنیتی اروپای غربی و سپس روسیه می شود. تهدید برخواسته از مواد مخدر در هیچ جایی از میان برداشته نشده است. بر بنیاد یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است. از همین رو ما می خواهیم تا علاوه بر تلاش های دیگر مبارزه مستقلانه و یا پیکار مشترکمان را با همکاران ما به شمول سازمان امنیت جمعی، سازمان همکاری های شانگهای و به گونه طبیعی با سازمان ملل متحد ادامه بدهیم. به گفته این سیاستگر بلندپایی روسی، روسیه بیش از 4000 تن از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر را از افغانستان، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر منطقه آموزش داده است. ما بیش از 4000 تن از کارشناسان را برای مبارزه با مواد مخدر در پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه آموزش داده ایم و ما می خواهیم تا با این کشورها همکاری های من را ادامه بدهیم. روسیه یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به بسیاری از کشورهای اروپایی شناخته می شود. از سوی دیگر این کشور از مواد مخدر افغانستان متاثر شناخته می شود، چنان که 8.5 میلیون تن از جمعیت 143 میلیونی این کشور با مواد مخدر معتاد هستند. جنگ و ناامنی ها بر زندگی بسیاری از شهروندان کشور سایه افگنده و در این فصل کار دست کشاورزان را از زمین هایشان کوتاه کرده است. در کنار صدها خانواده دیگر در این گزارش زندگی خانواده در بغلان به تصویر کشیده می شود که در نتیجه جنگ ها به مسجد پناه بردند زیرا جای دیگری برای زندگی ندارند. یک دست خواهش کارم نمیشه. سرنوشت جالب دارد. سرباز پلیس بود و در پیکار با حراس افغانان یک دستش را از دست داده است. با او گفتند که دیگر پیکار را با حراس افغانان نمیتواند به پیش ببرد. گویی زندگی از همه سو بر او فشار آورده است. خانواده اسماعیل نیز هم مانند صدها خانواده دیگر ناگزیر به ترک خانه ایشان شده است و اکنون به این مسجد پناه آورده است. از گیر جنگ کوچ کرده دو سال شده که آمدیم اینجا، نه خانه را دیدیم نه جای دیدیم، در بدر از دست طالبا و دولت هم ما را غیر حاضر کرد. پیامدهای این همه جنگ، بناامنی ها، ویرانگری و سرگردانی مردم است. مردمان که اکنون نفس کشیدن در فضای امن و بدور از خشونت برایشان شاید به یک خواب شیرین مبدل شده باشد. کودکانی که در آرزوی آینده بهتر نفس میکشند، شاید این آوارگی ها را هرگز فراموش نکنند. کشت میماند، کسی که کچ میکنند، در بدر از خاک و سر از خانه میماند، کشتی که میکنند خشک میشه.
شمال کشور در تولید فراورده های کشاورزی یک بخش حیاتی است، اما در این فصل جنگ دست بسیاری از کشاورزان از کشتزارهایشان کوتاه شده است. آیا این خشونت ها را پایانی خواهد بود؟ تا که جنگ و صلح مساوی پیش نرود، باز هر جانب کوشش میکنه که در جنگ امتیازات به سر میز مذاکره زیاد امتیازات بیاره. توجه به زندگی غیر نظامیان در هنگام نبرد یکی از اصل های پذیرفته شده در جهان است. یکی از خواست های مهم از طرف های درگیر این است که نباید به زندگی غیر نظامیان به اعتنا باشند. ما هم برای بجور شدن مردم نگران هستیم. ما در این روح امنیتی افغانستان کوشش میکنیم که مردم ملکی و عادی آسیب نبینه. یعنی بیشترین توجه ما در قسمت راه اندازی عملیات ها و یا از بین بردن تهدیدات هست که و مردم آسیب نرسند. قربانیان اصلی این جنگ ها غیر نظامیان گفته شدند. این خشونت ها و جنگ ها نه تنها آرام و قرار مردم را از آنان ربودند، بل مردم را با آموزش و پیشرفت ها نیز ناآشنا ساختند و نیز در توسعه روستاها و ساخت و ساز ها پیکر افغانستان را به شدت زخم زدند. تا لحظات دیگر، افزوده شدن جنایات جنگی به کارنامه نظامیان اسرائیلی. باز هم خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل نظامیان اسرائیلی را به ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه متهم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر در تازه ترین گزارشش می نگارد که نظامیان اسرائیلی در جنگ های سال گذشته در نوار غزه احتمالاً مرتکب جنایات در برابر بشریت شدند. جنبش حماس از این گزارش استقبال نموده و حکومت اسرائیل این گزارش را نادرست خوانده است. قرار است شماری از موش‌های آموزش دیده برای ماین پاکی از تانزانیا به زیمبابوه فرستاده شوند. یک سازمان غیر دولتی در تانزانیا میگوید که با حکومت زیمبابوه درباره فرستادن شماری از موش‌های آموزش دیده برای ماین پاکی به توافق رسیده. زیمبابوه از کشورهای در جهان به شمار می رود که در جریان جنگ های آزادی بخش دهه 1970 میلادی در این کشور گواه بیشترین مین‌گذاری ها بوده است. اکنون انتظار می رود که موش ها برای نجات جان میلیون ها تن در روند مین پاکی در زیمبابوه سهم بگیرند. یک سازمان غیر دولتی در تانزانیا که موش ها را برای شناسایی مواد انفجاری و مین ها آموزش می دهد، بر بنیاد یک توافقنامه شماری از این موش ها را در اختیار حکومت زیمبابوه قرار می دهد تا در روند ماین پاکی این کشور را کمک کنند. خوب نیست که ماین های کار گذاشته شده وجود داشته باشند، زیرا این کار سبب درد و رنج مردم می شود. هنگامی که حکومت زیمبابوه کار ما را با موش ها دید، خوشحال شدند و از ما پشتیبانی کرد. برخلاف سگ ها، موش ها دارای وزن کمی هستند و از همین رو راه رفتن آنها روی ماین ها سبب انفجار آنها نمی شود و این یک مزیت برای آموزش و کار گرفتن آنها در روند ماین پاکی است. از سال 2008 به این سو ما بیش از 13,000 ماین را خنسا کردیم. پس از آن که موزامبیک از ماین ها نجات یافت، ما امیدواریم که زیمبابوه را نیز از وجود ماین ها پاکسازی کنیم. آموزش کامل هر موش 9 ماه در بر میگیرد تا آماده ماین پاکی شود. در کنار این کار، این سازمان غیر دولتی موش ها را برای کشف بیماری سل در بدن انسان ها نیز آموزش می دهد. تا لحظات دیگر، دست از کار کشیدن ابریشم بافان و رکود تولید کالاهای ابریشمی در هرات. هم خوش آمدید. و صنعت تولید کالاهای ابریشمی در هرات با رکود روبرو شده است. شماری از تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ابریشمی در این ولایت میگویند که وارد شدن کالاهای همانند خارجی که با بهای ارزان در بازارها فروخته می شوند، این صنعت داخلی را با رکود روبرو ساخته و بسیاری از ابریشم بافان این ولایت از کار دست کشیدند. و نگاهی دیگر به چند خبر. ریاست جمهوری میگوید ملا عمر 2 سال پیش در پاکستان مرده است. سفیر روسیه در ناتو میگوید قطع همکاری ناتو با روسیه برای پیکار با مواد مخدر در افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
و تانزانیا شماری از موشهای آموزش دیده را برای ماین پاکی به زیمبابوه می‌فرستند. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.